اما که حوصل نشد و عزاده که بقیه کنایه است. سیدن استاد بفرماد به این که این که فرمود وزمم الیک جناحک من الرحبه، اینم معنای کنایی است، همونطور که وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین آمده، منظوری نیست که بال پهن کن، که منظورش که متواضع باش. یه انسان متکبر متبختر باد به غبغب میکند، دستها رو باز میکند، با این وضع حرکت میکند. یه انسان متواضع دستها رو جمع میکند، به خودش میچسباند. فرمود اونطور نباشی مثل انسان متکبر متبختر دستها رو فاصله بدی حرکت کنی، بلکه وزمم الیک جناحک من الرعب، یعنی با یک ترهیب الهی و ایجای فرحبون، خوفناک بودن از محضر الهی، با این وضع متواضعانه زندگی کن، متواضعانه حرکت کن. پس سخن از اون کار فیزیکی نیست. اون چه که زمخشری گفت اون نمیتونه باشه، اون چه که فخر رازی تحسین کرده اون نمیتونه باشه. خب پس بنابراین این که فرمود وزمم الیک جناحک من الرحب، این میتواند امر کنایی باشد، یعنی هم ترس شما برطرف میشود، هم ضعف شما برطرف میشود. ضعف شما به وسیله داشتن یک وزیر و معاون خوب برطرف میشود، ترس شما به وسیله اینکه ید بیضا پیدا کردی، اون مار شدن عصا و برگشتنش در اختیار شما هست، برطرف می شود که سنعیدها سیرتها الاولا. خب این می تواند یه معنای کنایی باشد. ترس را از یه راهی برطرف می کند، ضعف را از راه دیگر برطرف می کند. وزمم الیک جناحک من الرحب فزانک برهانانه، این معلوم شه که به هر دو رابطه دارد. میتونست یه چیزی بیگانه باشد، یعنی ما ترس جدایی کردیم، هم قدرت ید بیضا به تو دادیم، هم قدرت این که عصا رو مار کنید دوباره به حالت اولی برگردانی به تو دادیم. فزانک یعنی این دو برهانان من ربک، برهان عام از حضوری و حصولی، ذهنی و عینی، اینا خواهد بود. اینها را بگیر الی فرعون و ملئه، این دو معجزه را بگیر، مأموریتی داری که برای هدایت فرعون و ملئه حرکت کنی. انهم کان قوما فاسقین. وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد که چند تا مشکل دارم، یکی سابقه قتل دارم، اونا که من رو به عنوان یک رهبر مذهبی نمیپذیرن، چون فوکزه موسی فقضا علی، اون سابقه قتل قبطی باعث میشود که آل فرعون علیه من بشوده. ثانیا این که با اژدها نمیشه مردم هدایت کرد، با اژدها مردم رو ساکت میکنن اما ساکن نمیکنن. اون چه که مردم رو ساکن میکند بیانات علمی است. من حرفهای خوب میزنم اما خوب حرف نمیزنم، برادرم هم حرف خوب حرف میزند، هم حرف خوب میزند. او برادرم یعنی هارون افسه منی لسانن. من تا کی میتونم با اژدها مردم رو ساکت کنم؟ اصلا مگه میشه با ترس جامعه را آرام کرد؟ با ترس هرگز جامعه ساکن نمیشود، ساکت می شود. فرمود من حالا برفرض ید بیضا نشون دادم، برفرض اژدها آوردم، مگر میشه جامعه رو با ترس اداره کرد؟ من اگه بخواهم در افکار جامعه، علوم جامعه، اخلاق جامعه اثر بکنم، باید حرفهای عالمانه بذارم. حرفهای عالمانه هم طوری باشه که خسته نکنه مردم رو. من حرفهای خوب میزنم اما خوب حرف نمیزنم، برادرم افسه منی لسانه. این هنر ادبی است که میتواند جامعه را اداره کند. این سخن است، این گفتار است، این نوشتار است، این نثر خوب است، این نظم خوب است
که میتواند جامعه را هم ساکن کند هم ساکت کند. اینا را وجود مبارک موسی کریم پیشنهاد داد و خدای سبحان فرمود بله حق با توست. من اینا را هم تعبیر میکنم. و اخی هارونو و افسه منی رسانه، من اونطور نیستم که نتوانم سخن بگویم، اصل فصاحت را دارایم، اما میدونید یک کسی بخواهد مسیر فکر یک کشوری را عوض بکند، یه ادبیات شفاف و روشن میخواهد، یه هنر خوبی میخواهد، هنر گفتاری، هنر نوشتاری به مانند آن. و افسه منی لسانن و ارسله معیه رد ان یصدقونی، این کمک من باشه، من تصدیق کنه، حرفهای منو به جامعه منتقل کنه، حرفهای جامعه رو به من منتقل کنه، اگر مناظره است حضور پیدا کنه، اگر مباحثه است حضور پیدا کنه، اگر همایش سخنرانی است حضور پیدا کنه، چون قدرت بیان او خوب است از من افسه است. فارسله معیه رد ان، یعنی دنبال من باشه، کمک من باشه. اینا که دو ترکه میشینن میگن رد اوست، رد فرم میگن رد ان یصدقونی انی اخاف ان یکذبوا، برای اینکه سابقه قتلم چه دارم، از طرفی هم سوابق فراوان اینها در بت پرستی دارن، قدرتم دست اینهاست، ثروتم دست اینهاست، اون جاهلیت هم که دامنگیر اینها شده، خب من چی روزا اینها رو عوض بکنم؟ رد ان یصدقونی. اما یه کسی داشته باشم که عالم باشه، حکیم باشه، مؤمن باشه، متقی باشه، حرف من رو تصدیق کنه، حرف من رو به جامعه منتقل کنه، حرف نسیار سآلهای جامعه رو به منتقل کنه، این خیلی کمک میکنه. شرح سر دارم که در سوره مبارکه تاها از خدا خواست رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی، هم مشکل من حل کن، هم رد و کمک و معاون وزیر قرار بده. تو سوره مبارکه تاها گذشت وزیر اون کسی که وز و ثقل و بار سنگین مملکت به دوش اوست، او رو بهش میگن وزیر. اگر چون چه بار سنگین مملکت رو او نتونه هم بکنه دیگه وزیر نیست، وزیرن من اهلی باشه همینطور است. اونجا وجود مبارک هارون را واجد این اوصاف معرفی کرد که هارون برادر من است، اشرک هوفی امری. این اشرک هوفی امری یعنی تو مسئله وحی و نبوت و رسالت و مکتب من شریک من قرار بده. ما به اهل بیت از بکنیم از سلامت یا شریک القرآن به همین مناسبته. منهای مسئله وحی تشریعی و نبوت و رسالت اینا عدل قرآنن، وقتی عدل قرآن شدن برابر انت منی و منزلت هارون من موسی درست در میاد. هارون چه سمتی و چه نقشی نسبت به وجود مبارک موسی کریم داشت؟ خدا فرمود به خدا عرض کرد که و اشرک فی امری، اون نبوت که خب خود وجود مبارک هارون هم نبوت داشت، اگر وجود مبارک پیغمبر به هست امیر سلام الله علیه ما فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، منهای مسئله نبوت و رسالت وجود مبارک هست امیر میشه شریک وجود مبارک پیغمبر. اگر شریک پیغمبر است فی غیر نبوت و رساله، صحیح هست که به مریم السلام بگیم السلام علیکم یا شریک القرآن، چونجا با قرینه هم راه دیگه. اگر هست امیر به منزله هارون است که هست، اگر هارون شریک موسی است که هست، پس هست امیر شریک پیغمبر است، شریک قرآن است، السلام علیکم یا شریک القرآن. میمونه مسئله وحی و تشریعی و نبوت اینا که خب یقینا استثناء شده، فرمود الا انه لا نبی بعدی. والحمد لله رب العالمين.